الو سلام، این ویدیو رو به فارسی درست میکنم راجع به این تحریم های آمریکا و جریانات اخیر بود که یه نمونهش فروپاشی حکومت افغانستان که بعد از 20 سال خرج کردن این همه پول و اسلحه این حکومتشون 24 ساعت هم دوام نیاورد. البته خیلی از ایرانی ها هنوز خاطره گذشته ها رو دارن، فکر میکنن که مثلا این تحریم های آمریکا و چند تا کشور اروپایی اینا خیلی ضرر میزنه و ارزشمنده و وای اگه یه روزی این تحریم ها منتفی بشه چی میشه و چگونه خواهد بود و نمیدونم نقل نبات پخش خواهند کرد و از این حرفا. ولی این افتضاحاتی که آمریکا به بار آورد و این طرز مفتزهانه ای که این حکومت پوشالی و دست نشانده آمریکا سقوط کرد، اونم در مدت خیلی کوتاه، به علاوه این همه خرچ ها و اسلحه ها نشون میده که آمریکا یا غرب داره به مراحل آخریه فروپاشی خودش میرسه. البته کلمه فروپاشی خیلی کلمه خوبیه برای این تعبیر. من چون در آمریکا زندگی میکنم و در غرب بودم 40 سال، بیشتر 40 سال، میتونم بگم که این جریان چجوری امتداد داشته و داره. ولی برای ایرانی های درون مرزی براشون خیلی دشواره که بتونن یه چیزی بدن، یه اتصالی بدن با اون، اینجا بهش میگن ایمیج، اون ایدهی که داشتن راجع به آمریکا و غرب، مثلا در بعد از شاه، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد از شاه و بعد الان، براشون یه خود دشواره چون ندیدن دیگه، غرب رو ندیدن، همش فقط از طریق رسانه‌های خودمون و جای دیگه این حرفا رو میشنون. و ولی خب ایرانی هم مردمان خیلی باهوشی هستن و همین که این اواخر زدن این لیبرالای خودمون رو انداختن بیرون و آقای رئیسی رو آوردن سر کار، نشون میده که شاستی اومده دستشون، نمیدونم دوزاریشون افتاده یا اینا هم بو بردن که این غرب نمیتونه ما رو دیگه اذیت کنه. و این اتفاقیه که در طی 20-30 سال قبل اتفاق افتاده، ولی ما یا مردم ایران تازه دارن میفهمن که بابا اینا زورشو ندارن، پولشو ندارن، پرسنلشو ندارن، نمیدونم این حرفا. ولی خود خمینی بعد از انقلاب گفت بابا اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، برید دنبال سیاست ها و زندگی های خودتون و هر چی که اینجا اتفاق میفته اون چیزیه که یا درست یا غلط خودتون اجرا کردید، هیچ ربطی به اینا نداره. ولی خب این دولت آمریکا و بعضی از متحدانش مثل که یک بوغکشای خیلی بزرگی در سطح جهانی همینجور جیغ و داد وای ما تحریم کردیم دیگه، اینا از گرسنگی خواهند مرد، اینا اینجوری خواهد شد و اونجوری خواهد شد. و بعدش هم این یه حالت ترس و دلهوره که وای چیکار کردیم اینا رو. این آقایان محترم رو انداختیم بیرون، اونم با درکونی و وای چی میخواد بشه، فردا شاید چیزی بشه، پس فردا شاید یه سال دیگه، شاید هیچ وقت.
و این داستان همینجور ادامه داشت و این دولت‌های لیبرال مثل خاتمی و این روحانی هم از اینا یک کره و مایه هم از اینا ازش گرفتن که وای ما چقدر داریم به ایران خدمت میکنیم، ببین چه رفتیم مذاکراتی و حتی تا این اواخر هم این آقای روحانی میگفتش که وای دیگه تحریم ها هفته دیگه برداشته میشه، ما مذاکراتمون اینجوریه اونجوریه و این برجام هم همینجوری ادامه داشت یه سال دو سال. در طی مدت هم خلاصه 4-5 تا از دانشمندان ما رو کشتن و یه تعداد هم بمب‌گذاری کردن و عملیات تروریستی و اینا، خلاصه دیگه گندش در اومد، آخر از همه گندش در اومد. ولی اون چیزی که مردم هنوز متوجه نشدن